به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خرد را و جان را که یارد ستود. اگر من ستایم که یارد شنود، به دانش نگر دور باش از گناه، که دانش گرامی تر از تخت و گاه. بپرسید کس را از آموختن، ستایش ندیدیم و افروختن. هنوزش ز دانا بباید شنید، نگویم کسی کوب جایی رسید. چنین داد پاسخ که از گنج سیر که آید مگر خاکش آرد به زیر. در دانش از گنج نامی تر است، همان نزد دانا گرامی تر است. سخن ماند از ما همی یادگار، تو با گنج دانش برابر مدار. انجمن پادشاهی ایران هوشنگ راتهو. هموطنان گرامی، روزگار بسیار سختی هست و انجمن پادشاهی ایران از امروز تا آخرین ساعات روز اول مهر ماه تمام هم و غم خود را در خونسا کردن توطئه نابکاران جمهوری اسلامی با همکاری کرکس معروف به عقاب جلوگیری به عمل خواهد آورد و توطئه اینها را ما خونسا خواهیم کرد تا اونجا که بتونیم. انجمن پادشاهی ایران در این سالیانی که در مبارزه رو در رو و مستقیم با جمهوری اسلامی هست، تجربیات گرانبهایی را به راستی اندوخته. اگر برگردیم به زمان فولادوند گرامی و جریانات مبارزه سرنگونی فولادوند رو بررسی کنیم، متوجه این میشیم که فولادوند کاملا به دسیسه جمهوری اسلامی گرفتار شد در ارتباط مبارزه سرنگونی، نه در ارتباط هویت ملی یا مسائل دیگر مذهبی و تاریخی. بسیار با موفقیت توانست که نقش خودش رو ایفا بکنه، ولی در ارتباط مبارزه کاملا به دامن جمهوری اسلامی افتاد و پاسداران جمهوری اسلامی خودشون رو به عنوان عرض شود که کماندو و طرفداران انجمن پادشاهی ایران در درون میهن معرفی کردند و فولادوند رو در نهایت به دام انداختن و جانش رو بر سر این مسئله گذاشت. شیوه ای رو که فولادوند گرامی برای مبارزه تحت فشار سپاه پاسدار و عوامل جمهوری اسلامی انتخاب کرد از این قرار بود که وسیله کودتایی از درون توسط یاران و در واقع کماندوهای طرفدار انجمن پادشاهی ایران ترتیب خواهد داد و حاکمیت رو ثابت خواهد کرد و این کسان فولادوند رو مطمئن کرده بودند که در حکومت دست بالا دارن و از فساد حاکمیت با خبرن و میتونن تمامی این افراد فاسد رو خلع سلاح کنن و دستشون رو یک شبه ببندن، که این گونه نشد. هموطنان گرامی، فولادوند به یک در واقع دامی افتاد و شیوهی رو در مبارزه برای اولین بار در ایران ارائه کرد که هموطنان، من برای شما، یعنی فولادوند برای شما، جمهوری اسلامی رو ثابت میکنه، شما فقط کمک مالی رو برسونید که ما بتونیم مثلا در ارتباط قرار بگیریم. که خب
هموطنان گرامی این کار رو کردن و من همه هستیم رو در این رابطه سرمایه گذاری کردم و به راستی سوگند که من از گام نخست میدونستم که این شیوه موفق نخواهد بود و چندین بار بحث هایی با فولادوند گرامی داشتم ولی شوربختانه چیز دیگری و آلترناتیو دیگری نبود. از این شیوه جمهوری اسلامی در گول زدن مردم یک بار استفاده کرد. بار دوم توسط حفا این شیوه رو آزمایش کرد و موفق بود. فولادوند بخشی از مردم رو در زمانهای مختلف بیرون آورد و جمهوری اسلامی تونست اینا رو به دام بندازه. از این شیوه در ارتباط حقا استفاده کردن و حقا رو در واقع یا بازی دادن یا هر چیز دیگری، ایشون هم ملت رو به خیابون کشید و جمهوری اسلامی تونست اینها رو دستگیر کنه و نیروهای با ارزشی رو در این رابطه ما از دست داد. حالا نوبت در واقع حقای دیگری هست، یک ژنرال ارتش شاهنشاهی ایران که خودش در واقع در زمانی که بایست در ایران میماند و از تاج و تخت و سرزمین دفاع میکرد، هموطنان گرامی گریخت و اومد در سرزمین های بیگانه یللی و تللی و به خوشگذرانی پرداخت تا اینکه زمانش فرا برسه و ایشون رو هم یا بازی بدن و یا آگاهانه دست به این بازی خطرناک بزنه و بخواد که ملت ایران رو توی خیابون بکشه. بسیار جالبه که مردم ایران از هیچ تجربه‌ای، هیچ در واقع خطایی که در گذشته کردن تجربه نگرفتن، در طی تاریخ نیاموختند از خطاها و تجربیاتشون و امروز روزانه و هر بار این خطاها رو تکرار میکنن توسط بهترین فرزند این سرزمین فولادوند گرامی و توسط کمخردان دیگر که بازیچه جمهوری اسلامی هستند. ما اگر توجهی به بلواهای اخیر جهان بیندازیم، مثلا مثل سوریه و دیگر کشورها، متوجه این مسئله میشیم که هر یک از اینا گامی به عقب برمیدارن. همونطور که ما گام به عقب برداشتیم در زمان پادشاه و کشورمون رو به در واقع عرب تقدیم کردیم، دیگر سرزمین هایی که فکر میکنن در واقع در ظاهر هم مترقی‌تر از کشور ایران هستند و مشخص هست این مسائل، حالا چون ما ایرانی هستیم نباید به خاطر اینکه دورانی رو در کشورهای خارجی گذراندیم به اشتباه بیفتیم که نه، ما مردمی بسیار مترقی به لحاظ فرهنگی هستیم که اینگونه نیست و ما فرهنگ پویا و مترقی داشتیم که از بین رفته و آنچه که هست فرهنگ تازی تاتاری مغولی و ترکیه هست که به مراتب عقب مانده تر از مردم سوریه و مصر و عراق و این ور اون ور و برحال بر طبق آماری که یکی از سازمان‌های جهانی گرفته، هموطنان گرامی، ایران در بین 200 کشور 127 به لحاظ هوش و ذکاوت هست. این در واقع یک آمار هست، آمار دیگه در بین 80 کشور 56 و شما توجه کنید به کشورها، مردم کشورهایی که در رده‌های بالا هستند، وضعیت حکومتی و وضعیت زندگی این مردم رو بررسی کنید. حالا برگردید به ایران که در به قول معروف در جهان از عراق عقب مانده و مصر و سوریه و دیگر کشورها عقب‌تر هست و کشور بعدی افغانستان که پس از ما، یه نفر هم بالاخره یه کشور هم پس از ما هست به لحاظ درجه هوش و ذکاوت. تمام هم مقام انجمن پادشاهی ایران پس از فولادوند گرامی در این راه گذر بود که ما از تجربیات گذشته بیاموزیم و ملت ایران رو در خارج از میهن
متحد کنیم که انعکاس این اتحاد در درون باعث در واقع دلگرمی مردم و توسط این اتحاد در خارج از میهن من بتوانم که پشتیبانی بین المللی مردم جهان رو بگیرم و بتونیم ما بدین وسیله درون رو آگاه کنیم به قدرتمون در خارج از میهن و بتونیم درون رو سازمان بدیم، مخصوصا ارتش شاهنشاهی ایران رو، نه ارتش جمهوری اسلامی که همکنون هست. این ارتش کاملا باید از بین بره، یعنی تمام این سازمان باید از هم پاشیده بشه و ژنرال‌ها، سپهسالاران، افسران ارتش این ارتش باید به کارخونه برن یا بازنشست بشن در خانه زندگی کنن، ولی اگر در بازار کار میخوان قرار بگیرن باید به کارخونه برن و تولید کنن یا به زمین برن و کشاورزی کنن. ما این ارتش رو که به جان ملت ایران و مردم منطقه افتاده، هموطنان گرامی، نمیتونیم در واقع بهش اعتماد کنیم. و آنچه که این آقای کرکس میگه که 30% ارتش با شماست، با آقای کرکسه، از شبت خدمت شما که میتونه 100% این ارتش با ایشون باشه و به همون اندازه مخرب و سد راه مردم و دشمن ملی باشه. هموطنان گرامی، اینکه ارتش با ایشون هست هیچ کاری رو انجام نخواهد داد. همه این هم مقام من مخصوصا پس از فولادوند در شناساندن در واقع نیروهای مخربی که در دوران پادشاه زمام امور دولتی رو در دست داشتند و ماشین دولتی رو کاملا در اختیار داشتند بود که این کسان از قبایل ترکی که در طی سالیان پس از حاکمیت عرب که رو به ضعف رفته بود توسط عرب تازی وارد این سرزمین شدن که بقایای در واقع مقاومت ملت ایران رو در هم بکوبن، این قبایل چون تک تک وارد این سرزمین شدن هر یک قلمروی رو برای خودشون با شمشیر کشتار غارت در واقع به وجود آوردن که توسط قبیله بعدی این قبایل از میدان خارج شدن، کشته شدن و یا تسلیم شدن. ولی یک کینه و عداوت تاریخی بین این قبایل موجود هست. مثلا روزی که نادر ولی یک در واقع سفیر رو فرستاد پیش محمد حسن خان قاجار، گفت یا باید سر این آقا رو بیاری، رئیس ایل قاجار رو، یا باید مالیات بیاری. یعنی اینطوری اینا کینه داشتن و در طی دوران رضا شاه بزرگ و در دوران محمد رضا شاه این در واقع دشمنی کاملا قابل مشاهده هست که خب ملت ایران از این مسائل کاملا دور بود و متوجه این مسائل نبود. اخیرا کتاب‌هایی در این روابط داره منتشر میشه و نویسندگانی دارن در این روابط در واقع افشاگری میکنن که میتونه در آینده کمک کنه به این مسائل، ولی ما منتظر افشاگری کسی نمیتونیم باشیم و انجمن پادشاهی ایران به عنوان یک سازمان مبارز ایستاده و میخواد که ملت ایران رو با هم متحد کنه. ما میخواییم این قبائل ترک رو که هیچ کدام، هموطنان گرامی، من موقعی که از قبائل ترک سخن میگم از ترک زبانهای کشورمون سخنی نیست، از مردم آذربایجان، مردم زنجان، ترکمنان، اینها سخنی من به میون نمیارم. قبائلی که وارد شدن و این سرزمین رو تصاحب کردن هیچ کدومشون به زبان ترکی، شما یه افشار پیدا کنید که ترکی صحبت کنه، یه قجر پیدا کنید که ترکی صحبت کنه، یه اتابک پیدا کنید که ترکی صحبت کنه، یه قرقزلباش یا یه نمیدونم قرقویونلو، یه آقویونلو، یه عرض شود خدمت شما، هر کس، هیچ کدام اینا به زبان ترکی سخن نمیگن، همینطور که عرب به زبان عربی سخن نمیگن، زیرا اینا قبائلی هستند که با شمشیر اومدن و از جهل ملت ایران استفاده کردن، جهلی که در طی تاریخ به وجود اومده بود و با فشار و برای اینکه ملت رو گول بزنن زبان خودشون رو تغییر دادن و فرهنگ پیشرفته ملت ایران رو تقریبا بازماندهش رو پذیرفتن و به غارتشون به زبان پارسی و در واقع هیئت پارسی ادامه دادن. من از این قبایل ترک سخن میگم،
نه هموطنان ترک زبان شده آذربایجانی، شما نور چشمان من هستید، همچنین این قبائل. من هیچ کینه و دشمنی با قجرها و نمیدونم افشارها یا اتابک ها یا دیگران یا قزلباش ها ندارم. به راستی سوگند که من به عنوان یک پدر میخوام همه این قبائل رو برای اولین بار متحد کنم، زیرا که اینا هیچ بویی از هویت ملی، فرهنگ، تاریخ، کشور، وطن به راستی نبردن و به این سرزمین به چشم مال غارتی نگاه کردن و در زمان پادشاه زیر در واقع پوشش حاکمیت پادشاهی ایران اینا در مشغول تخاصم خودشون و در واقع غارت خودشون بودن و این سرزمین رو بدون توجه به در واقع نیازهای مردمی به روزگاری انداختن که براستی مردم چون در رأس این حاکمیت پادشاه بود، همه در واقع تقصیر رو به گردن پادشاه ایران گذاشتن. به خاطر داشته باشید روزگاری که خمینی وارد ایران شد با یه لیست اومد، لیست افسران ارتش شاهنشاهی ایران که باید اعدام می شدن. حتی افسر در واقع جنرال با قدرت سپه سالار دلاور و وطن پرست مانند اویسی که جز این لیست بود و از ایران خارج شد، در خارج از میهن ترور شد. اولین جنرال و اولین آخرین جنرالی که در خارج از میهن ترور شد جز آقای اویسی، ارتش بود، اویسی کس دیگری نبود. اینا باید از میدان بیرون می رفتن، باید کشته می شدن. در 32 سال گذشته در ایران یک نیروی الیت، نیروی ممتاز تحت در واقع تضادهای بنیادی جمهوری اسلامی با انسانیت، با جامعه، با جامعه جهانی، با وضعیت سیاسی مردم، وضعیت اقتصادی مردم به وجود اومد که تحت این تضاد این نیروی الیت تونست یک بستری در واقع برای اولین بار در تاریخ ایران پس از بابک خرمدین یک بستر مناسبی برای در واقع رشد پیدا بکنه و جمهوری اسلامی براستی به وحشت افتاده در رابطه این نیروی ممتاز و نیروی الیت و هر روزه اینا سعی میکنن که این نیرو رو بکشن تو خیابون. به هر وسیله‌ای که شده این نیرو رو اینا میخوان. مردم معمولی ایران، مردم در واقع عرض شود که عامه ایران به هیچ کاری کار نداره. هموطنان گرامی، کسانی که باعث در واقع واقعی شوم 22 بهمن سال 57 شدن، اینا به کاری کار ندارن. اینا رو آوردنشون تو خیابون با اون ایدئولوژی سنتی، اینا رو کشیدن تو خیابون و وعده و وعید پول نفت و عرض شود که آب و برق مفت و مسائل دیگه که خمینی و رادیوی بی بی سی این کار رو کرد. توجه کنید به سخنان من که دوباره این دسیسه در دست اجرا هست. این بار به جای جنرال های ارتش شاهنشاهی که باید از بین میرفتن، از اونجا که نیروی الیت دیگه ای رو ما در این سرزمین نداشتیم، هرچه داشتیم از شود که کشمکش های قومی بود. مثلا من در نوار گذشته در ارتباط نبودن نیروهای سیاسی در ایران که ریشه در نهادهای ملی داشته باشه سخن گفتم و این گونه هست که تاتارها هم وطنان گرامی تبدیل شدن به کمونیست و مجاهد. توجه کنید، قاجارها تبدیل شدن به مشروطه خواه، افشارها تبدیل شدن به لیبرال ها. ببینید این وضعیت هست در ایران، کشمکش قومیه. ما نیروی الیت در ایران نداریم و هر کس، هر یک از این گروه ها گوششون به در واقع روابط بین المللی هست و میخوان تک تک خودشون زمام امور رو به دست بگیرن، زیرا که اتحادی نیست بجز این، تازه کینه و دشمنی هم هست. به خاطر این من سعی کردم که
این فرزندان ایران رو که در طی سالیان دراز اینا به شهروندان ایرانی و به راستی به مردم ایران تبدیل شدن متحد هم بکنن که تا به حال موفق نشدن و کسانی که از این اتحاد جلوگیری میکنن کسانی هستن که صاحبان در واقع این سرزمین هستن و این سرزمین رو غارت کردن، غارت دارن و بونچاک هم تو جیب بغلشون وقتی که در خارج از میهن هست داره، منتظر برگرد ایران، یعنی منتظر یک وضعیت بلبشو در ایران هست که بلا فاصله وارد بشه و اسنادشون رو رو کنن و تصاحب بکنن و طلب بکنن در واقع دارایی گذشتهشون رو که همون زمین ها چیز دیگری در این سرزمین نیست، نه تکنولوژی هست نه چیزی، فقط زمین هست و ساختمون و اینا منتظر هستن که بیان دوباره باز پس بگیرن. این رو من ملت ایران رو متوجه این مسائل بکنم که چشم به اینا ندوزید و ما میخواییم اینا رو متحد کنیم، آگاه به هویت ملی کنیم، آگاه به وطن کنیم، آگاه به فرهنگ کنیم و بدین وسیله بتونیم ملت ایران رو سازمان بدیم، ارتش شاهنشاهی رو سازمان بدیم، پشتیبانی بین المللی رو بگیریم، ارتش رو، مردم رو پشتیبان ارتش قرار بدیم و این ملت و این ارتش رو در مقابل جمهوری اسلامی بگونه ای خواهم ایستان که براستی خون کمتر جاری بشه از دماغ ملت ایران، زیرا که گفتم که ما خرد ملی رو عرض شود که نمایندگی میکنیم و آگاه به تمام خصوصیات مردم ایران در گذرگاه تاریخ و امروز هستیم. من سالیان در این روابط پژوهش کردم و گذشته از مباحث علمی جامعه رو، جامعه ایران رو، ادبیات ایران رو کاملا از نزدیک زیر ذره بین دارم و به خاطر این گامم رو جلو گذاشتم، زیرا که شما هموطنان گرامی با یک نگاه به خارج از میهن به این رادیو تلویزیون ها کسانی مثلا شهرام همایون و این و اون متوجه میشید که اینا به راستی دانش یک جمله در واقع منطبق با خرد رو ندارن و اگر چیزی هم میگن پشت پرده کسی به اینا میآموزه و همین که وارد به قول معروف صحنه میشن 50%، 60%، 70% آنچه که پشت پرده آموخته بودن فراموش میکنن و به قول معروف یه شیر بیال و دم اشتنبه رو به ملت در واقع ارائه میکنن که ملت بلافاصله متوجه پوشالی بودن اینها میشه و تمام سخنان من هموطنان گرامی روی اینترنت هست، بالای 500-600 ساعت من سخن دارم روی اینترنت، هر کس هر جا تونست ایرادی از من بگیره به جهت خرد دانش و مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی من کاملا تمام قد ایستادم و مقابله خواهم کرد با هر گونه، حتی اگر تمامی در واقع خردمندان و دانشمندان جهان باشند یک تنه پاسخگوی همه هستم. مطلب رو ادامه میدم که ما نتونستیم این کسان رو متحد بکنیم. عقاب هم یا کرکس هم به همین شیوه میخواد خودش زمام امور رو به دست بگیره. حالا ساخت و ساز داره، ساخت و پاک داره، بیخردی داره، بیدانشی داره، جمهوری اسلامی کلا سرش گذاشته. اینا مسائلی هست که به قول معروف سپیکولیشن هست و من حاضر به در واقع وارد شدن به این بحث ها نیستم، زیرا که هدف ما اتحاد همگی ملت ایران هست، همگان و در کنار هم قرار دادنشون هست و در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در این 32 سال انفجار جمعیت هست هموطنان گرامی. این انفجار جمعیت باعث شده که نیروهای جوانی در این سرزمین رشد بکنه. ما بیشترین جوان رو 56% جوان ما در جهان داریم و بالاترین در واقع درصد رو ما در جهان داریم به لحاظ نیروی جوان که اینها ناپخته هستند و به راستی ملت ایران حق هر گونه عصیان و سرکشی رو به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تحت فشار جمهوری اسلامی داره، منتها اگر به یک در واقع قیام زودرس دست بزنه اینها مثل براستی مرغ سر بریده خواهند شد.
من خواب آروم ندارم براستی به خاطر روز اول مهرمان. من میدونم که ایرانی ها خردمندان ایران به کسانی مثل کرکس و فلان و حخاب و این شیب به قول معروف کارگزاران و کارپردازان توجهی ندارن، ولی این جوانان خام و پخته با این همه تبلیغی که روی اینترنت، شما همین که وارد پلتاک و فیسبوک و فلان این میشین میبینی آقا هر کس بیاید، یارو ادعای این رو داره که من پاسدار فرهنگ ایران هستم، روز اول مهر بیاین بیرون. روز اول مهر بیاین بیرون چه غلطی بکنیم؟ مرتی که آخه زمانی که ما کشور رو داشتیم، ارتش رو داشتیم، دولت رو داشتیم، وزارت رو داشتیم، صدارت رو داشتیم، فرهنگ رو داشتیم، پشتیبانی بین‌المللی رو داشتیم، پادشاهمون رو داشتیم، کشورمون رو از دستمون گرفتن. حالا بیاید یک به قول من رو بیخرد نادانی بیست جلو مردم رو بکشه خیابون که من میخوام کشور رو، تو غلط میکنی که کشور رو بتونی بگیری، تازه بگیری. چه کسی میخواد این کشور رو با چه سیستمی اداره بکنه؟ ارتش جمهوری اسلامی رو میخوای بر مردم مسلط کنی که مسلط هستن، شکلش رو میخوای تغییر بدی؟ به شرف سوگند که روحانیت تحت حمایت ارتش با یک مانور محفوظ خواهد موند. الان که شرایط بده و اینا قادر نیستن که وضعیت رو در واقع تحت کنترل در بیارن، میخوان که در واقع جناح دیگری از جمهوری اسلامی که جناح نظامیش مگر محسن رضایی سپاه پاسدار یا نمیدونم ارتش جمهوری اسلامی که کارگزار و کشتارگر این رژیم هستن بهتر از حاکمان جمهوری اسلامی هستن. پوست ملت ایران رو اینها خواهند کرد و در واقع تمامی سران جمهوری اسلامی رو توی آب نمک دوباره میخوابونن. هموطنان گرامی، دوباره حفظ میکنن هژمونی تازی رو، هیچ سیستم رو تغییر نخواهند داد. یعنی حاکمیت و تصاحب تازی در ایران باقی خواهد موند. پس ما برای چی باید کشته بدیم؟ برای چی باید بیایم تو خیابون؟ هموطنان گرامی، از این آقای کرکس بپرسید که برنامه سیاسی شما چی هست؟ اصلا خرد این رو داره ایشون که درباره مسائل سیاسی اقتصادی فرهنگی سخن بگه؟ سالیان هست که ما از اتحاد و مبارزه سخن میگیم، هیچ یک از اینا حاضر به پیوستن نیستن، برای همون خصائص قومی قبیله‌ای. به ظاهر فوکول و کراوات و نمیدونم ماشین بنز و اینا توجه نکنید، اینها همون قبائل وحشی هستند. اگر پای اتحاد و پای در واقع مبارزه و پای همبستگی رفتن، وحشیگریشون تموم شده. والا اگر کسی بخواد به تنهایی اینجا برای من کلوف گردنی بکنه به قول هموطنان ترک زبان شده آذربایجانی، دوباره در واقع ما به همون وضعیت گذشته دوچار خواهیم شد. من هرگاه که صلاح بدونم از امروز تا روز اول مهر ماه پای میکروفون میستم، از هموطنان گرامی تمنا میکنم هر جا که میتونید، اگر میتونید من رو بذارید روی یک تلویزیون، اگر میتونید سپانسر بشید بذارید من این توتر رو خونسا کنم. من میدونم خب جان من در خطره، ولی جان من در مقابل جان یک ملت براستی ارزشی نداره و من آرزوی در زندگی جز مبارزه و در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی ملت ایران و سربلندی ملت ایران ندارم و میخوام که در این مبارزه باشم. منتظر پشتیبانی شما هموطنان گرامی هستم برای خونسا کردن توطئه های داخلی و بین المللی. برمیگردم به دنباله سخنانم. پاینده ایران.